درود به ملت عزیز ایران، با درودی فراوان به ملتی که همیشه ایمان داریم که در شادی ها باید باشه نه در غم و عزا. امیدواریم که روزی باشه که ملت ما سرافراز و سربلند باشه در ایران، و امیدواریم که روزی باشه که دست خدای ما منجی عالم در ایران باشه. بازم تبریک میگم به تمام مسیحیان، بخصوص به تمام مردم جهان کریسمس رو تبریک میگم با آمدن منجی ما به این جهان، و به همه شما مسیحیان ایران، بخصوص مسیحیانی که عاشق مسیح هستن تبریک میگم. امیدوارم هر جای دنیا هستین خوش باشین. خب شمالی های عزیز، شما امیدوارم که خیلی خوب و خوش و سرحال باشین. زمستان نمیدونم برف اومد تو ایران، تو لاهیجان برف اومد یا نه، ولی امیدوارم که شاد باشین، تندرست باشین همیشه. بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنیم، برگردیم به شما. خداوند عزیزم، شکرگزار و سپاسگزارم برای این وقتی که به من دادی ای قدوس. از تو میطلبم که خداوند برنامه من حمایت و هدایت بکنی، به تحت پوشش نام قدوست خداوند منو به پیش ببری. خداوند هر چیزی که از زبانم بیرون میاد نام قدوس تو رو جلال بده، و خداوند کلام تو به قلب ها بشینه و آبیاریش کنی قدوس، تا حقیقتا تو خدای زنده رو بشناسند. شکرت میکنم، به نام پرجلال عیسی مسیح طلبیدم، آمین. خب هفته شلوغی تو ایران، خدا رو شکر، امیدوارم که همینجوری شلوغ باشه. تهران بیان بیرون، تمام شهرستان ها بیان بیرون، اصفهان الان معلم ها دارن اعتراض میکنن، خیلی ها رو گرفتن زدن. امیدوارم که همه مردم ایران بی تفاوت نباشن، بیان بیرون. بذار شعر ما رو که همه هفته اول آغاز میکنیم شعر میخونیم، مثل اون هفته نباشه، 10 دقیقه صحبت کردیم بعدا شعر خوندیم. بذار شعر ما رو بخونیم برای آمدن عیسی مسیح. این سرودم میگه: ای روی پاک قدوس، آمدنت به دلها مبارک. ای روی پاک قدوس، آمدنت به زمین مبارک. آمدنت در جانهای مؤمنین مبارک. ای روی پاک قدوس، دریای رحمت هستی. ای روی پاک قدوس، دریای رحمت هستی. ای روی پاک قدوس، آمدنت به زندگی مبارک. ای روی پاک قدوس، شادی دادی به جانم. ای روی پاک قدوس، شادی زندگی ها تو هستی، چون که دلیل زندگی خوبم تو هستی. شادی و آرامش من تو هستی، دلیل بودن من با عیسی تو هستی. دوست دارم ای قدوس، مبارکی به دلها ای قدوس. ای خداوند جلال، تو قدوسی، تو قدوس. آمدنت به دلها مبارک ای عیسی مسیح. خداوند شکر میکنیم خداوندو. خب ایران خیلی شلوغه، ولی من میخوام به این ملت عزیز من، به این ملتی که 40 سال زجر دارین میکشین، 40 سال دارین با این رژیمی که دستش تا آستین به خون آلوده داریم به سر میبریم، از بی تفاوتیم بیایم بیرون. امروز من نیستم دیگه، ما هستیم. منم بیاریم بیرون دیگه، امروز منی وجود نداره. تا ما نشویم ما نمیتونیم از اینا خارج شیم تا زندگی خوبی داشته باشیم. امروز باید بجنبیم به خودمون، دیگه نگیم من این کار میکنم، من اونم، من اینم، من سواد دارم، من نمیدونم بهترین گویندم، من فلان چیزم. نه، امروز همه ما هستیم. به قول بوش پدر میگفت که بیشتر صحبتهاش نگاه بکنی همیشه ما میگفت، من نمیگفت. اگه یک بارم یه دونه من میگفت، مادرش بهش بعد از صحبت زنگ میزد میگفت پسر مغرور شدی یا امروز گفتی من. باید ما بگی. مسئله این که در ایران به این گرفتاری که داریم میکشیم دیگه منی وجود نداره. ما باید بشیم که بتونیم یک ایران قوی، یک ملتی که
پشت هم هستن تا این رژیم رو بندازیم. مردم امروز یک قدم مونده به پیروزی. یک قدم. این شعار شما باید باشه. یک قدم تا پیروزی. یک دونه قدم شما ورداریم بیایم میلیونی تو خیابون پیروزی. همه امروز شعارتون باید باشه یک قدم تا پیروزی. باور بکنین همینه. یک قدم تا پیروزیه. بی‌تفاوت نباشیم. از معلمای اصفهان دارن شلوغ میکنن، رژیم هم میاد، وقتی 500 نفر 1000 نفر میان جلو اعتراض میکنن، این اعتراض همگیه. یعنی همه کارمندای دولت در بدترین شرایط زندگی دارن میکنن. معلمی که اومد بیرون با این حقوقی که داره، با این خرجی که هست، خب نمیرسه بهش. شما همه بایستی بیاین بیرون. فقط معلم درد نداره که همه شما درد دارین. امروز از این بی‌تفاوتی بیایم بیرون. چرا امروز باید من بگم، من نوعی باید بگم که فقط من هستم، زندگی بایستی برای من بشه، کاری به کسی دیگه ندارم. چرا ما به این روز افتادیم که همشه در فکر خودم هستم فقط؟ شما میبینید تو تلویزیون های ایران نگاه بکنین، ببین چقدر چیزای قاچاق میگیرن. از یه طرف دارو رو دارن این کار میکنن، از یه طرف ببین همه چی رو تقلب دارن میکنن. انسانای ایرانی امروز فقط به خاطری که پول دار بشن، فقط به خاطری که جیبشون پر بشه، از دست جیب همه میکنن. این زندگی ما نبود و نیست. خدایش این زندگی ما نبود و نیست. چقدر ما بایستی بگم فقط من نوعی بایستی امروز اینقدر بی احساس باشم که بگم من، فرزندان من، حتی تو خانواده دیگه الان اون گرمی دیگه نیست. هر که در فکر خودشه، پسر در فکر خودشه، دختر در فکر خودشه. اصلا یه چیز عادی شده برای ما که بخوایم زرنگ بازی در بیاریم. من امروز میخوام زرنگ بازی در بیارم که زندگی خودم فقط پیش بره. امروز به این نیت اومدم بیرون که سر هر کس کلا بذارم، فقط زندگی من پیش بره. تا کی میتونیم ما اینجوری باشیم؟ تا کی میخوای اینجوری بشین؟ آخه شما تا اینجا بشینیم کاری انجام نمیشه. باور بکنین این بهترین شعاره. یک قدم تا پیروزی. یک قدم شما بردارین، خدا دستش با ایرانه. هر چقدر اینا خونخوار باشن، هر چقدر اینا بتونن به شما حمله بکنن، وقتی میلیونه آدم بیاد بیرون، هیچ کس نمیتونه به شما حمله بکنه. امروز نگین که من امروز به معلم‌ها کار دارم، به کارمند شهرداری کار ندارن. امروز به کارمند شهرداری کار داره، به کارمند بانک‌ها کار ندارن. نه، هر روز نوبت یکی از شما هست. هر جور دولت دلش بخواد همون کار داره انجام میده. ببین دلار 1000 تومانی که 3000 تا کسی حرف زد؟ نه. دلار 3000 تومانی که 4200 تا، آقا تا هر چقدر میخواین دلار بیا به شما بدم. کجا؟ کو دلار کو؟ دوباره رفت به 10000 تا، 11000 تا، دوباره داره میره بالا. یعنی این دولت از اون ساعتی که این دولت اومد همینجوری داره دروغ میگه، همینجوری داره سر شما رو کلا میذاره. شما میدونین چیکار داری میکنی؟ شما با همدیگه گیرین، میخواین سر همدیگه رو کلا بذارین، با همدیگه هم دعوا دارین. تو اتوبوسا میبینین با همدیگه دعوا دارین، توی خیابون با همدیگه دعوا دارین، توی ادارات جات با هم دعوا دارین. نمیخواین مثلا بس بکنین این چیزا رو، یه دفعه همبستگی اعلام بکنین، همه با هم بیاین ریشه سرطان رو بکنیم بیندازیم بیرون. این ریشه سرطان به همه جا ایران سرایت کرده. امروز دیگه من نمیتونم من کرد بگم من کردستانم، مثلا من سوا باید بشم، آذربایجان مثلا. نه خی، امروز صحبت ایرانه. ایران ما باید یک دست باشیم که قوی باشیم، امروز بتونیم
زندگی ها رو ما رو درست بکنیم. خودتون بشینین ببین به کجا داره میری ایران. چقدر مردم ببین بی تفاوت شدن، سر همدیگه کلا میزنن. اگه یه نفر تو خیابون میفته، میدونم بعضی ها هستن، آدم های درصد خیلی کم هستن که یه دستی به سرکه لیونا میزنن، یه کمکی میکنن، ولی همه باید اینجوری باشیم. اگه همه ما هم دست باشیم، رژیم هیچ غلطی نمیتونه بکنه. یک نفر آدم اونجا هست، یه نفر به نام خامنه ای تمام قدرت و پول ایران داره بر میداره. یک دونه آدم تمام منطقه رو هم داره نابود میکنه. پولایی که از ایران از دهان مردم دزدیده، از شکم مردم دزدیده، داره میده برای سوریه، برای یمن، برای لبنان، برای فلسطین، برای آمریکای جنوبی، برای آفریقا. همین مرد شارودی که مرد، آقای وزیر بهداشت، یا گوشت کره یا نمیبینی کوری. ببخشید من اینجوری صحبت میکنم، ولی اینا لیاقتش داره که همینجوری باهاشون صحبت بکنی. میگفت که یه نفر 2 سال اگه میخواد بیماری ناعلاج داره، 2 سال زندگی میکنه، دیگه برای اون نباید خرج کرد، اون بیجا بمیره. همونجوری چرا برای این شارودی که 1 سال میخواست بمیره، چرا برای این همه خرج کردین؟ بردین آلمان، بردین نمیدونم کشورهای دیگه، این همه براش خرج کردین. خب این کی داشت میمرد؟ فقط برای مردم عادیه، نه برای شما. خیلی بیرو هستین، خیلی بیرو هستین، خیلی وقاحتتون واقعا تا اونجایی است که برای مردم اینجوری تجویز میکنیم، ولی برای خودتون بهترین دکترها رو میاریم، بهترین امکانات برای خودتون میاریم. همین خامنه ای که داره الان میمیره، چند سال این سرطان داره میمیره، چقدر خرج میکنم برای این؟ شما اینجا تو امریکا به رئیس جمهور فوش بدین، فلان بگین، به دولت فوش بدین، هرچی اعتراض دارین بکنی، به یه نفر میاد شما رو میگیره میبره تا جایی که جایی رو خراب نکنین یا اسلحه نکشین. تو ایران یه دونه بگی خامنه ای فلان، میگیرن تو رو اعدام میکنن. به قول مردم اسلام میگه پله کردین مردم، من نمیدونم زله کردین چی همچی چیزه. ریشه وقتی خراب باشه، یا ریشه در اسلامه، ریشه وقتی خراب باشه همینجوری میره. هیچ کس هم ایرانیام کتاب اسلام نمیخونن، کتاب قرآن نمیخونن، هیچ کتاب اسلامی رو نمیخونن، بعدا میان رگای گردونشون رو میزنه بیرون وقتی از اسلام صحبت میکنی. برو بخون ببین چی نوشته توش، خدایش ببینید از شرمت میاد به دوباره بری بخونی. همیشه نابودیه، همیشه صحبت نابودیه، یعنی چیز خوبی توش بیرون نمیاد. همینه که یه عکسی دیدم توی صفحات مجازی، دیدم که یه بچه 4 ساله رو بوم بستم بهش. اینا انسانن؟ حقیقتا اینا انسانن؟ حیوان هم این کار نمیکنه. حیوان معرفتت بیشتر از اون آدمیه که اون 4 ساله رو بمب میبنده بهش که بره به خاطر مقاصد خودش بره بمب منفجر بکنه، اون بچه رو بکشه، به صدا آدم بیگناه رو از بین ببره. اینا انسانن؟ این دین اینجوری به شما یاد داده؟ الان همه میگن نه بابا اسلام این نیست که. همینه، باور بکن از همون کتاب بیرون میارن اینو که اعمالش انجام میدم. باور بکنین این همونه، بریم بخونین ببینین قتل و کشتار داده یا نه، حکم قتل و کشتار داده یا نه. چرا این همه دین ها در این ور اون ور هست؟ چرا هیچ کس توی هند هزارون دینه، چرا نمیان نمیکشن همدیگه رو؟ چرا نمیزنن تو سر همدیگه؟ هر که کار خود گاو پرسته، گاو خودش میپرسته، سنگ پرسته، سنگ خودش، بوت پرسته، بوت خودش میبرسه.
تنها دینی که به همه دنیا کار داره فقط اسلامه. آقا تو مسلمونی باش، برای خودت مسلمون باش، کاری به کسی دیگه نداشته باش. من اینجا تازه از مسیح دارم میخونم، به شما زور نمیگم بیا مسیحی بشو، میگم برو بخون، اگه زندگیت عوض نشد بعد بگو بیا آقا تو حرف چرت و پرت داری میزنی. برو بخون ببین زندگی چجوری عوض میشه. امروز ما هستیم فقط در این صفحات مجازی، در این سایدهای مجازی فقط عکسهای خیلی خوشگل بیندازیم، همه چی بگیم خوبه، هر چیزی که عکس بیندازیم بگیم ما اینجا هستیم داریم تفه. همه نیست، واقعا واقعیت نیست، حقیقی نیست، همه فیک هم با قول امریکایی ها. بابا یه ذره به خودمون بیایم. تمام دنیا دارن زندگی میکنن، اصلا کاری به این چیزا ندارن. همه دنیا دارن زندگی میکنن، چرا ما ایرانیا اینجوری شدیم؟ چرا افتادیم به جون هم دیگه؟ چرا هم بستگی اعلام نمی کنیم امروز؟ چرا یک قدم مونده به پیروزی این یک قدم ور نمی داریم؟ چرا اینقدر بی تفاوت شدیم ما؟ چرا اینقدر بی حس شدیم؟ آدم مردم کشورهای دنیا رو می بینه، اینه همه زندگی دارن می کنن، همه دارن یه دولتی دارن بالاخره زندگی می کنن، بجز اون دولت هایی که انگوش شمارن یا تعدادشون خیلی کمه که مردم دارن در زندان خودشون دارن، بقیه دارن زندگی میکنن، بقیه دارن حق رأی دارن، حق صحبت دارن، اعتراض دارن. یک ایده آدمای دینی اومدن کشور ما، کشور ما ایرانه که نه، بلی یه جمهوری اسلامی اومده، یه دولت دینی که همه رو داره قلقم میکنه، اونم توی عصر 21، تو قرن 21 که همه دارن تو فضا دارن میرن همه چی رو پیدا بکنن، ما روی یه دونه کشور هستیم داریم میخواییم 1400 ساله، قانون 1400 ساله رو میخواییم اجرا بکنیم، میخواییم باز بریم مثلا شتر سواری و یا نمیدونم کاروان رو حمله بکنیم. از اون روزی اینا نمیگن اسلام خیلی خوبه؟ میگن اسلام خیلی خوبه، نه؟ چرا نشون نمیدین؟ اگه اسلام خوبه چرا نشون خوبی ها رو نشون نمیدین؟ کو خودم خوبی نشون بدین دیگه. من اصلا کاری به اسلام اصلا ندارم. ما ملت ایران آیا این ملت بودیم که تو سایت های مجازی فقط پارتی های ما رو بندازیم، تو سایت های مجازی عکس های خوشگل بندازیم؟ همه علکی، ولی درون ما آتشه، به هم داریم گیر میدیم، چشمم چشمی داره ما رو میکشه تو ایران. اگه مرده یه ماشین مثلا خوب داره، اگه یه کاسب خوبیه یه ماشین خوب داره، من هم سعی میکنم برم یه کارهایی بکنم که خلافم باشه اشکال نداره، برم اون ماشین بگیرم یا یه خونه بهتر داشته باشم. هر کی در حد خودش کار بکنه زندگیش بسازه، ولی دولتی باید داشته باشه که دولت مثل دولت‌های اروپایی دموکراتیک باشه، حق رأی داشته باشین، حق اعتراض داشته باشین. یک قدم حاضر نیستین، یک قدم وردارین بیاین تا پیروز بشین، یک قدم. اینه نگین که اصفهان شلوغ، اهواز شلوغ،
من نمیدونم تهران شلوغه، من مثلا گیلانی ولش کن، حالا اونور هست دیگه، با من چیه؟ من آذربایجانی ولش کن، با من چیه؟ همه ای ما درد ما یکیه، هر روز داره تو سر همه ای ما میخوره، فقط تو سر من که نمیخوره، تو سر همه داره میخوره. اینقدر نگیم امروز اونو ولش کن، اونو که من نیستم که، اون داره مثلا شاپور داره اذیت میکنم، من که نیستم که. بابا بیاییم بیرون، خداییش بیاییم بیرون، یه ذره خودتون تکون بدین. میدونم سخته، میدونم سخته، حقیقتا سخته. گوشتی که کیلوی 80,000 تا باشه حقیقتا سخته، اجناسی که روز به روز میره بالا حقیقتا سخت زندگی. ولی ببین این سختی مرگ تدریجیه، هیواش واش میزه سرطان داره ما رو میخوره میکشه. اگه ما یه گوشه بیفتیم خب میمیریم دیگه، یه حرکتی باید انجام بدیم بتونیم با این مبارزه بکنیم. اگه واقعا میخوایم که یه زندگی خوبی داشته باشیم، یه دولت خوبی داشته باشیم، یه کشور خوبی داشته باشیم، بین همسایی ها ما الان به یه چشم دیگه ما رو نگاه میکنن. پاسپورت ایران اصلا هیچ که قبول نداره. من یه دفعه گفتم بهش، رفتم دبی پاسپورت امریکایی میخواستم بذارم اونجا، اشتباهی پاسپورت ایرانی رو گذاشتم. آقا پرت کرد اونور. خب میدونیدم چی میشه، چه حالی با آدم میگذاره وقتی پاسپورت تو پرت میکنن اونور. بعد درگیر شدم با اون پلیسه، گفتم نه توی پاسپورت ما قبول نمیکنیم برای که هیچی نداره توش. من دیدم او پاسپورت ایرانی گذاشت، گفتم نه بیا این آمریکاییه. اون موقع معذرت خواهی خواست. چرا باید اینجوری بشه؟ چرا باید پاسپورت کشور من هیچ جا قبول نداشته باشن؟ از بیلیاقتی این حکومت آخوندیه. فقط اصلا تو تلویزیون ها چرت پرت دارن انجام میدن، چرت پرت میگن. حضرت سلیمان مرده میاد، حضرت سلیمان اومده روی غالی نشسته بود، رفت همه جای دنیا سر میزد. یا نمیدونم شطور اومد، نمیدونم قورباغه اومد، نمیدونم چی دارن میگن که آدم واقعا گیج میشه. اومد در خونه محمد نشست، به سبا نامه قورباغه من نمیدونم، گفت که محمد رسول الله من نشه. بابا تا کی میخوایم وایسیم اینجوری آخه؟ تا کی؟ من میدونم 95% مردم ایران اسلام رو قبول ندارن، ولی ظاهر میبینی همه آقا تا یه دونه محرم میشه سینه زنی میشه همه میان بیرون. الان نیومدن برای سینه زنی ها، همه اومدن برای معذره میخوام، برای دختر بازی و برای پسر بازی. بیان همدیگه رو مثلا برایشون جشنه. خب شما اینجوری میکنین، دولت که این نگاه نمیکنه که به دنیا نشون میده، میگه بی همه مذهبی هن اینا، اینا اینا رو میخوان. به زور زحمت خامنه ای تونست با حز همه جای کشور نتونست سر یک استادیوم 30,000 نفری بر بگونه که بسیجی ها رو بیاره برایشون صحبت بگونه. اینا پایگاهی ندارن اصلا در ایران، همم ظاهری. چقدر ظاهری مرد ظاهری از علیکی میگه بله چشم چشم فلان بده، بعد پشت سر میره پشت بگونه. چی فایده داره پشت سر پشت دادن؟ بابا یک قدم بردارین تا پیروز بشین، این رژیم سرطانی رو بندازیم بره. باور بکنین دست خدا با شماست، فقط یه حرکت میخواد شما بکنین. اینا رفتنی هن، اینا دیگه واقعا رفتنی هن. یک دونه حرکت کوچیک بکنین اینا میفتن. اگه یاسر جان ما آماده باشی سرود گوش بدیم.
چه زیباست منجی عظیم رب جلال امانوئیل خداوند با ماست منجی عظیم رب قدیم نامت چه زیباست منجی عظیم رب جلال امانوئیل خداوند با ماست منجی عظیم رب قدیم جلال امانوئیل خداوند با ماست منجی عظیم رب قدیم عزیز ایران، امیدوارم که هر جای دنیا هستین بهتون خوش بگذره و هستین ما رو نگاه میکنین که شب جمعه هم هست، همه تو خونه ها نشستن، به خصوص اگه در ایران ما رو میبینن همه تو خونه ها نشستن. الان زمستون هم هست، پسته و آجیل و میوه‌جات نشو جونتون باشه، ولی روزی نشو جون ما میشه که این رژیم ما بندازیم بیرون، اینقدر اون آقای و خانمام نیان مالکشی نکنن، نیان اینقدر علکی میونه که مثلا شما فرش جارو میزنین، آشغالاشو زیر فرش میزنین، میگین دیدی چقدر تمیزه، زیرشو نگاه بکنین. ما بیایم درونشو نگاه بکنیم، واقعا ما اون موقع افتخار میکردیم به هر چیزی که در ایران داشتیم، حالا هم افتخار میکنیم باز با آدمهایی داریم که خیلی باسوادن ولی در ایران هیچ کاری نمیتونن بکنن. انسانهای باسوادی که جوانهای باسوادی که از ایران همه اومدن بیرون، واقعا افتخار ایرانن ولی برای ایران هیچ کاری نمیتونن بکنن. تو امریکا در بهترین پست ها هستن، در اروپا بهترین پست ها هستن و همه جا رو دارن به خوبی میگردونن ولی نمیتونن بیان تو ایران، چون برای اینکه رژیم بیلیاقتی داریم که نمیذاره این مغزا تو ایران کار بکنن. اینا آدم های باسواد نمیخوان، اینا آدم های بیسواد میخوان. یک ده آدم معذرت میخوان، ببخشید، یک آدم هایی میخوان که ابولعبایی باشن، فقط سرشون بیندازن بگن چشم، برای 2000 پول در آوردن. اینا نمیخوان آدم های باسواد داشته باشن. این همه جوانهای تاثیر کرده در تمام دنیا دارن افتخار میآفرینن. کو
اینا همه سرمایه های ایران هستن. باور بکن از نفت بالاتره، از هر چیزی در ایران بالاترن این سرمایه های جوانی که هستن بیرون. الان هم مثلا این جوان ها که مخالفن فلان، از همه سری ببین، هر کس مخالف فعلا، هر کس مخالف جمهوری اسلامی هست با ماست، ضد ما نیست. چرا الان مثلا مخالفت میکنین با اون؟ چرا میان ضد این میگین، ضد اون میگین، ضد همین فرشگر میگین، نمیدونم ضد سازمان های دیگر میگین؟ نه، الان همه ما یک دونه هدف داریم، هدف ما انداختن جمهوری اسلامیه. وقتی جمهوری اسلامی بیفته، ایران پیروز بشه، اون موقع میتونن انتخابات بکنن، اون موقع میتونن هر رژیمی دلشون بخواد بیارن، یه رفراندوم میشه، همه چی میاد. اون کسی که الان بر علیه کسایی که مخالف جمهوری اسلامی هن، اون کسی که بر علیه این سازمان، اون سازمان، اون سازمان صحبت میکنه، بدون که از جمهوری اسلامی یه چیزایی میگیره که نمیخواد جمهوری اسلامی بیفته، یا نمیگیره، یه آدمی هست که نمیخواد جمهوری اسلامی بیفته، میگه بذار همینجوری باشه. سابق افتخار میکردیم، همه چی داریم، الان هیچ افتخاری برای ما نموده که چی افتخاری بکنم من در ایران چی دارم؟ افتخار بکنم ایران من چیه؟ جنگ طلبه؟ افتخار بکنم که ایران من حکومتی داره که میخواد تمام منطقه رو خراب بکنه؟ افتخار بکنم که تمام دنیا با ایران بدن؟ چی افتخاری میتونم بکنم؟ موقعی میتونم افتخار بکنم که یک قدم تا پیروزی ملت یک قدم وردارن، این رژیم بندازن، فردا یک آینده عالی خوب، یک کشوری که پر از نعمت خدا دادیه، که هر چی بخوای نعمت خدا دادیه. ببین یکی توریست اگه بیاد ویزیت بکنه توی ایران، کلی پول بگیر ایران میاد. ایران هم اینقدر جایی داره که توریست بیاد نگاه بکنه، ویزیت بکنه، همه جا رو، همه جای ایران دیدنیه. زایندرون خوش شده، کارون خوش شده، ارومیه خوش شده، نفتاره دارن میدوزن، گازیول لنچ لنچی دارن میفروشن مفت. یک دونه خوبی این دولت آدم بگه، یک دونه رو نمیتونه بگه. ولی صبح تا شب ملت ایران 40 سال دارن این تلویزیونای ایرانی رو نگاه میکنن، فقط دروغ 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 تحویل اینا دارن میدن. مردم همون دروغا رو باور دارن میکنن، فکر میکنن اون دروغا حقیقته. هرچند ملت ما باورم نمیکنن، ولی خب فایده نداره وقتی یک قدم بیرون نذاری، یک قدم حرکت نکنی، همه بگن امروز با من که کار نداره، ولش کن. با همه کار داره این رژیم، با همه کار داره، فقط خودشو میخواد. 2 میلیون 3 میلیون آدم هن، فقط خودشونو میخوان، پول و کشور و قدرت و همه چی رو برای خودشون میخوان. کاری ندارن اصلا دولت، مردم بمیرن، بچه ها بمیرن، اصلا دارو نداشته باشیم، اصلا غذا نداشته باشن، اصلا همه چی گرون بشه، اصلا کر نمی کنن. اصلا میگی به ما چی؟ میان توی تلویزیون 2 کلمه صحبت میکنن، ولی همه چرتی پرت دارن میگن. امروز اگر ما میخوایم آزاد بشیم، بایستی به خون عیسی مسیح که ما را آزاد کرد، گناهای ما را شست، به این منجی افتخار بکنیم که جون خودش رو برای بشریت داد. لیدر یعنی این، کسی که جون خودش هم برای که میده. خداوندی که در جسم آمد تا خونش بریزه، دردهای ما رو بکشه، تا نگیم ما فردا این خداوند هیچی ما رو خبر نداره. میخوام امروز از عبرانیان 9:9 از 11 میگه خون مسیح پیمانی جدید برای ما. دیگه این ور اون ور نریم، سرگردان نباشیم. خون عیسی مسیح پیمان جدید برای ما، چون خونی ریخته شده که ما را آزاد بکنه.
میگه سرانجام مسیح در مقام کاهن اعظم عطا کننده برکاتی که نصیب ما شده است ظاهر شد. او وارد خیمه عالی ترین و کامل ترین آسمان گردید، خیمه ای که نه ساخت دست انسان است و نه جز و عالم مخلوق. او یک بار برای همیشه به مقدسترین جایگاه وارد شد و خون قربانی را بر تخت رحمت پاشید، اما نه خون بز یا گوساله، بلکه خون خود را که با آن نجات ابدی را فراهم ساخت. اگه دیروز ما فکر میکردیم که خون بز و بزغاله و گاو و گوسفند و اینا ما را پاک میکنه، تا این روز اینجور فکر میکردیم، ولی عیسی مسیح 2000 سال پیش اومد خون خودش رو ریخت که ما دیگه به خون بزغاله افتخار نکنیم، نریم نظر نکنیم، بلکه خون خود عیسی مسیح منجی بشریت خون خودش رو ریخت تا گناه منو پاک بکنه. هر کسی که به عیسی مسیح ایمان بیاره، هر کس، تا برای تمام بشریت اومد عیسی مسیح، حتی اگه یک نفر در اینجا بود برای اون می اومد، چون خدا میخواست به بشر ثابت بکنه که من چقدر شما رو دوست دارم، چقدر عاشق این انسان ها هستم که حاضرم بیام در جز خون من خودم بریزم تا گناهانتون رو پاک کنم که شما دیگه نرین دست به این بار نزنین. اگر مطابق شریعت و روش قدیم خون گاو و بز و خاکستر گوساله میتوانست بدن انسان را ظاهراً از آلودگی گناه پاک سازد، میگه اگه خون بزغاله و خاکستر اونا و گاو میتونست انسان را پاک بکنه، چقدر بیشتر خون مسیح زندگی و قلب ما را دیگرگون خواهد ساخت. خون خداوندی که بر جسم آمد ریخته شد تا گناه من و شما رو پاک کنه. قربانی مسیح ما را از شریعت و احکام بیروی سابق رهایی میداد و در ما این میل را ایجاد میکند که با اشتیاق قلبی خود خدا را خدمت کنیم. چون وقتی میبینم که منجی من اومد پایین، روی صلیب رفت، خون خودش ریخت برای من، امروز من دلگرمترم که خداوندم آمد پایین، خون خودش داد. امروز من دلم گرمتره، دیگه نمیرم به بز و بزغاله خون بریزم، دیگه دعا بکنم بگم خون بزغاله میریزم که گناهانم پاک بشه. نه، امروز خود خداوند خونش ریخته، عیسی مسیح اومده خونش ریخته که ما دیگه از گناهان، از این شریعت، از اعمال راحت بشیم. زیرا مسیح نیز که کامل و بدون گناه بود، به کمک روی پاک و ابدی خدا خود را با کمال میل به خدا تقدیم کرد تا در راه گناهان ما فدا شود. امروز ما بایستی به خون عیسی مسیح خودمونه تقدیم خداوند بکنیم. امروز باید از گناهای ما دست بکشیم. روزا روزای پایانی است. خیلی ها شاید بخندن، خیلی ها شاید مثلا قبول نداشته باشه، ولی واقعا ببینید در تمام این وقتی یوتیوب میری نشون بدی، هر روز وقایعی میشه که اصلا تو نمیدونی. یه دفعه میری مثلا یه کوی عظیم اینجاست، یه دفعه دیدی از وسط دو نصف شد، نصفش داره میریزه ریخت. یه دفعه میبینید یه جای زمین تو جنگل نمیدونم باز شد، همه رفت پایین. خیلی الان از نظر علمی میگن که بله، تحولات زمینه، گرما سرمای زمین، تحولات درونی زمین اینجوری میشه. در آسمان چی؟ تحولات علمی زمین بله، در آسمان چی؟ چیزای عجیب غریب در آسمان میبینین چی؟
اونم میخوایم ببینیم به کرات دیگه است. به این ترتیب مسیح با این پیمان جدید آمد تا تمام کسانی را که از جانب خدا دعوت شدن بتوانند به سوی او آمده برکات ابدی موعود را بیابند، زیرا مسیح در راه گناهان ایشان فدا شد تا ایشان را از مجازات گناهانی که در چارچوب شریعت قدیم مرتکب شدن آزاد سازد. دیگه من امروز نرم برم به نمیدونم توی امامزاده زنجیر ببندم، خودم دخیل ببندم، بگم که این امامزاده من شفا بده. اون یکی نه، عیسی مسیح اومد خون خودش ریخت که ما دیگه به این امامزاده ها، دیگه به این نمیدونم بت ها دیگه دست راز نکنیم. زمانی که وصیتی از کسی باقی میماند پیش از آن که ارث تقسیم شود باید ابتدا فوت وصیت کننده ثابت گردد. به عبارت دیگر وصیت نامه فقط بعد از مرگ وصیت کننده اعتبار مییابد. تا زمانی که او زنده است هیچ که از وارثین نمیتواند سهم خود را دریافت کند. عیسی مسیح الان زنده است، هر روزه در زندگی تو کار میکنه. فقط یک دونه بایستی خون عیسی مسیح رو قبول بکنی که برای تو ریخته شده. امروز این پیمان جدیدی که عیسی مسیح برای ما من و تو آورده، ما را از قید و بند شریعت و از قید بند خونای بز و گاو اینا رهایی میده. عیسی مسیح اومد من و شما را آزاد بکنه. عیسی مسیح زج کشید به خاطر اینکه من و تو نگیم که خدا از زجرای ما آگاهی نداره. حتی در تولدش هم در یک طویله، در یک آخور به دنیا اومد که نگه خداوند وقتی آمدنش در یک قصر بوده. نه، جا نداشتن که مریم موقعی که زایمان میخواست بکنه در یک آخور رفت. یعنی خدا همه چی رو تکمیل کرد برای ما. مثلا خاخاما میگفتن چرا عیسی مسیح با این همه مریضان و مستان و گناهکاران میگرده؟ خب عیسی مسیح برای گناهکارا اومد، برای من گناهکار که منو پاک کنه، من از قید و گناه آزاد بکنه. خداوند اصلا برای من مریض اومد که من شفا بده. امروز تو میتونی به نام عیسی مسیح وقتی به عیسی مسیح ایمان بیاری کارهای عجیب بکنی، آن چیزی که خدا میکرد. من اون روز برای خودم فکر میکردم، گفتم فرشتگان و خدا با خدا داشتم صحبت میکردم، خدای فرشتگان چرا هر کاری میتونن بکنن، ما چرا نمیتونیم بکنیم؟ تو میگی که خدای تو میگی که انسان ها برتر از فرشتگانن. خدا گفت که فرشتگان اعتماد و ایمان دارن، با ایمان به من هر کاری میکنن، ولی شما اعتماد و ایمان خودتون رو به من نمیذارین. میگیم من قبول دارین ولی اعتماد و ایمان ندارین که کاری که من کردم شما میتونین بکنین. این کتاب کتاب دینی نیست هموطن من، کتابی نیست، مذهبی نیست که تو رو به این دخیل و با اون نمیدونم آرامگاه و عبادتگاه ببره. نه، این کتاب کتاب زندگانیه، یعنی زندگی تو عوض میکنه. وقتی میخونی رای زندگیت عوض میشه. اگر رای خطا داشتی میرفتی، وقتی اینو میخونی رای زندگی رو پیدا میکنی. کتاب فلسفیه، کتاب روانشناسیه، کتابیه که زندگی تو تحول ایجاد میکنه در زندگی. مثل دینهای کاذب دیگر نیست، دین نیست که بیان شما رو گول بزنن بگن نمیدونم این کار رو بکن، آدم بکش،
خودتو بترکون 30 نفر رو نمیدونم به مسلسل ببند. نه، خدا میگه که به دشمن تو عیسی مسیح میگه محبت بکن. میگه اگه کسی باید بد رفتار کرد باش بد رفتاری نکن، خوش رویی بکن که بیزا اونم برگرده بفهمه که من عیسی مسیح چیکار براش کردم. امروز دعا میکنم به نام عیسی مسیح روزی بشه که تمام ایرانیا انجیل رو بخونم و کلام خداوند رو درک بکنم و این خدای زنده رو باش آشنا بشن تا زندگی هاشون در آرامش خدا باشه. امروز میطلبم از روی خداوند که ایران من از دست این ظالما رهایی بده. امروز میطلبم شادی و آرامش برای تمام ایرانیا در این ماه مقدس، در ماهی که کریسمس، در ماهی که عیسی مسیح میگن دنیا اومده. هر روز روز عیسی مسیحه، ولی چون میگن این ماه ماهی کریسمس عیسی مسیح دنیا، در همین ماه میطلبم که ایران خداوند آزاد بکنه با دستای قدوسش. امسال سال پیروزی هر ایرانی باشه در تمام دنیا، به خصوص در ایران. از خداوندم میخوام که واقعا دستش در ایران باشه و هر چی زودتر اون آرامش الهی و تخت پادشاهی خودش رو طبق وعده خودش که در ارمیای 49 داده در ایران برپا بکنه. امروز روز پیروزی به نام عیسی مسیح در ایران باشه. من ایرانیم، دلم برای ایرانم میسوزه. من میخوام که امروز ایران و ایرانی سرفراز و سربلند باشه. اگه درد دلم اینجا میگم بعضی موقع، اینو نمیگم که شما مردم رو غلغلک بدم یا شما مردم رو نمیدونم پایین بیارم. نه، دوست دارم که ملت من سرفراز باشه، ملت من سربلند باشه، چون کشوری خداوند به ایران داده که کشور پر از برکت و رحمت خداونده. 40 اینا دارن میدوزن ولی باز خداوند به این کشور برکت داده. دعا میکنم به نام پرجلال عیسی مسیح امسال سال پیروزی تمام ایرانیا باشه، پیروزی نور باشه بر ظلمتی که در ایرانه. دست منجی عالم در ایران باشه که هر شریر، دست هر شریر رو کوتاه میکنم به قدوسیت نام عیسی مسیح و برای شما آرامش میطلبم و سالی پر از نیکویی، خوشبختی، شادی، آرامش کامل در خداوند برای ایرانیا و تمام جهان میطلبم. شما رو به خدا میسپرم. تا هفته دیگر، بدرود. تا درود دیگر، دوستتون داریم. مرسی.